با اخبار یک شنبه پنجم تیر ماه از رسانه سبز همراه شما هستیم و اما مهمترین عناوین این بخش خبری. تأکید مجدد سید محمد خاتمی بر ایجاد فضای باز، سالم و امن سیاسی و حرکت به سوی انتخابات آزاد. نامه سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر. انتقال 3 زندانی اعتصاب کننده به بیمارستان و درخواست 7 زندانی سیاسی زن برای تشکیل کمیته حقیقت یاب. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار یک شنبه پنجم تیر ماه همراه شما هستیم. سید محمد خاتمی بر آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای باز، سالم و امن سیاسی و حرکت به سوی انتخابات سالم تاکید کرد. سید محمد خاتمی 3 شرط مشخص خیرخواهان در این مقطع حساس برای جلوگیری از افزایش خشونت و تنش را آزادی زندانیان، ایجاد فضای باز، سالم و امن سیاسی و حرکت به سوی انتخابات سالم و مطلوب که شاه بیت مردم سالاری است دانست و تصریح کرد. بهره تحقق این امر بیش از پیش از همه به نظام میرسد. رئیس جمهور سابق کشورمان با تاکید بر اینکه ناکامی‌های مقطعی به هیچ وجه نباید موجب یأس شود و مهم این است که راه گم نشود اظهار داشت: مگر مردم جز آزادی، استقلال، پیشرفت، مسئولیت پذیری قدرت در برابر مردم، احترام به حق و حرمت یکایک افراد جامعه و گردن نهادن به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت چه می‌خواستند؟ مگر جمهوری به معنی واقعیش جز اینها هست و اسلامی بودن یعنی ارزش‌های فراموش شده در دنیای مدرن نیز در آن باشد؟ وی در ادامه تأکید کرد اگر کسانی که در ژرفای وجودشان نسبت به امام صادق نبودند و نیستند و به انقلاب هم اعتقاد نداشته و ندارند و مردم را هیچ کاره و رأی آنان را بی اعتبار می دانند، امروز چیز دیگری بگویند و پندارهای باطل خود را ایده های انقلاب جا بزنند، نباید جوانان از انقلاب و جمهوری اسلامی روگردان شوند، بلکه باید بکوشیم و به توافق برسیم که جمهوری اسلامی به جایگاه خود برگردد و از گزند افکار انحرافی و رفتارهای نادرست مصون باشد. سید محمد خاتمی با بیان اینکه آقایان کروبی و موسوی و بسیاری از کسانی که در حصر و حبس هستند نیز همین را می‌خواستند و می‌خواهند گفت: خاص و حرف بسیاری از بزرگان روحانی و سیاسی که متاسفانه مورد کم لطفی و احیانا تحت فشار هم قرار می گیرند همین است. ما می گوییم نباید سلایق خاص عین جمهوری اسلامی تلقی شود و نباید انبوهی از نیروهای مؤمن و کارآمد خارج از نظام به حساب آیند و احیانا سرکوب گردند. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان اعتصاب کننده قضا شد. امیر ارجمند در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران از وی خواست تا توجه ویژه‌ای به شرایط زندانیان سیاسی که اکنون در زندان‌های اوین و رجایی شهر در اعتصاب قضا به سر می‌برند داشته باشد. کلمه گزارش داده که وی در بخشی از این نامه نوشته است: شورای هماهنگی راه سبز امید از جناب عالی تقاضا دارد در راستای انجام وظایف خود از کلیه امکانات قانونی سازمان ملل متحد جهت رساندن فریاد حق طلبانه مردم ایران به جامعه جهانی و مراجع بین المللی زیرفت و الزام مقامات جمهوری اسلامی ایران به رعایت موازین جهانی حقوق بشر و پذیرش فوری شکل‌گیری یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای رسیدگی به جنایات یاد شده استفاده نمایند.
قربان بهزادیان نژاد، مشاور میرحسین موسوی و مهدی کریمیان اقبال، فعال سیاسی و قاری قرآن، به خاطر وخامت حالشان به بیمارستان مدرس منتقل شدند. به گزارش کلمه، پیش از این نیز محسن امینزاده، معاونت وزارت خارجه دولت اصلاحات، یکی دیگر از اعتصاب کنندگان اوین، به دلیل نامساعد بودن حالش به بیمارستان مدرس منتقل شد. خانواده امینزاده موفق شدند که با کسب مجوز از دادستان تهران وی را به بیمارستان قلب تهران منتقل کنند و در حال حاضر امینزاده در بیمارستان قلب تهران بستری است. عبدالله مومنی، ابوالفضل قدیانی و بهمن احمدی عمویی نیز در هفتمین روز اعتصاب قضای خود در بند 350 با مشکلات شدید جسمی مواجه شده و برای دریافت کمک‌های پزشکی به بهداری اوین منتقل شدند. قربان بهزادیان نژاد و مهدی کریمیان اقبال که به همراه 10 نفر دیگر از همبندانشان از 28 خرداد در اعتراض به مرگ حاله صحابی و خدا صابر دست به اعتصاب قضا زده بودند، از چند روز گذشته وضعیت جسمیشان نامساعد گزارش شده است. آنها در مرحله نخست برای گرفتن کمک‌های پزشکی به بهداری اوین منتقل شدند و در نهایت غروب شنبه با همراهی تعداد زیادی از ماموران امنیتی به بیمارستان مدرس تهران انتقال پیدا کردند. بر اساس این گزارش، با وجودی که زندانیان در آغاز اعلام کرده بودند اعتصاب قضای تر می کنند و به نوشیدن مایعات در دوران اعتصاب ادامه خواهند داد، اما از چند روز گذشته 12 زندانی اعتصاب کننده در اوین تصمیم گرفتند که حداقل مایعات را مصرف کنند و همکنون از خوردن آب و دیگر مایعات نیز تا حد زیادی خودداری می کنند و همین موضوع شرایط جسمی اغلب اعتصاب کنندگان را رو به وخامت برده است. 7 زندانی سیاسی زن درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی فاجعه مرگ حاله صحابی شدند. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان آن شدند تا کمیته حقیقت‌یاب جهت روشن شدن ابعاد فاجعه مرگ حاله صحابی، متشکل از افراد بیطرف و زنان و مردان مستقل و با حضور نمایندگان خانواده وی، تشکیل شود تا مسببان و مرتکبان این فاجعه دردناک معرفی و در محکمه علنی و عادلانه و بیطرف مورد محاکمه قرار بگیرند. به گزارش کلمه، این زندانیان در نامه خود تاکید کردند مرگ این عزیز از دست رفته نه بر اثر عارضه قلبی و عروقی ناشی از فشار روحی مراسم خاک سپاری پدر بزرگوارش، بلکه به دلیل هجمه و حمله مامورانی بود که امنیت ملی را به خطر انداخته و برای انتقال پیکر مرحوم عزت الله صحابی آمده بودند. این نامه به امضای لیلا توسلی، لاله حسنپور، فاطمه درویش، نسرین ستوده، مهدی گلرو، عاطفه نووی و بهار هدایت رسیده است. یک روز انتخابات، 2 سال بحران. هنوز رأی ها رو نشمرده بودند. بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88. چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگپور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. زندانیان را در معذوریت پایان دادن به اعتصاب قضا قرار ندهید. محمد نوریزاد با اشاره به درخواست‌های مختلف از 19 زندانی سیاسی مبنی بر شکستن اعتصاب قضا می‌گوید: دوستان ما در جهت صیانت از جان انسان‌ها و بازتعریف یک امر قضایی دست به اعتصاب قضا زدند. حالا اگر قرار باشد بدون اینکه نتیجه‌ای بگیرند اعتصاب خود را با توصیه من و شما بشکنند و به همان روزهای سابق برگردند، به چه درد می‌خورد؟ وی می‌افزاید
نگران هستم که این اعتصاب کردنها و اعتصاب شکستنها بنا به توصیه کسی یا کسانی یا عزیزانی منجر به اخلاقی ناپسند شود. اخلاقی ناپسند مبتنی بر اینکه زندانیان فکر کنند که این یک بازی است. زندانیان چند روزی غذا نمی‌خورند و دیگران وساطت می‌کنند و بعد آنها این وساطت را می‌پذیرند و اعتصاب خودشان را می‌شکنند. طبیعی است که جدی گرفته نخواهد شد. نوریزاد با انتقاد از سکوت حاکم بر دستگاه قضاییه و مسئولان می‌گوید وقتی هدی صابر جان خود را از دست می‌دهد، طرف مقابل اصلا نه انگار یک نفر به اسم انسان جان خودش را از دست داده است. چرا نباید چرخهای قضایی کشور به سمت